قبل از اون که راجع به این اجتماع شکوهمند و تشکر از کشاورزان عزیز ما در سراسر کشور بنمایم، لازم می‌دانم غم این ایام رو یک بار دیگر به ملت بزرگ ایران تسلیت بگویم. غم از دست دادن سرداری شجاع و فداکار در میدان امنیت کشور و منطقه، غم از دست دادن عزیزانی در کرمان در تشییع جنازه این سردار، و در این ایام غم بسیار بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که 176 نفر در این حادثه بسیار فاجعه آمیز جان خود را از دست دادند. من از لحظه ای که احتمال دادم که سقوط این هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشه، تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود و ما به دقت بدانیم که این هواپیما چگونه سقوط کرده. همکاری‌های خوبی از طرف نیروهای مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت در این بخش بود انجام گرفت و بلافاصله بعد از اون که برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته، در همون لحظه من به مسئولین امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. خب حالا این حادثه بسیار تلخی بود، تحملش برای مردم بسیار سنگینه. حتی اگر این هواپیما به خاطر نقص فنی هم سقوط کرده بود، باز هم بسیار غمبار بود. اما بعد از اینکه مشخص شد خطا و اشتباه انسانی منجر به این فاجعه شده، غم مردم رو چندین برابر کرد. من در اینجا به همه خانواده‌های عزیز جانباختگان در ایران و در سایر کشورها، همونطور که با رهبران و مسئولین اون کشورها هم تلفنی صحبت کردم، اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله بسیار مهمی هست. قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده‌ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما
نگاه خواهند کرد. ثانیاً به همه عزیزان دولت توصیه می کنم در کنار این خانواده های عزیز باشند. مشکل اونها، مسائل اونها، و از مردم عزیز ایران می خوام در کنار این عزیزان همدردی ارزشمندی رو انجام بدن. هر کجا، حالا در تهران بوده، در شهرستانها بوده، البته اکثر این عزیزان، حدود 100 نفر از این عزیزانی که جان باختن از تهران بودن، بقیه از شهرستانها بودن. وزیر راه، مسئولین دولتی، استاندارها، همه در کنار این خانواده ها قرار بگیرند. من به عنوان یک پدر احساس می کنم که غم از دست دادن یک جوان نخبه تحصیل کرده سطح بالا که سرمایه برای کشور و برای ملت ما و مردم ما بوده، تا چه حد سخته، تا چه حد مشکله. این که نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خودشون رو اعلام کردند، از مردم عذرخواهی کردند، گام اول خوبی بوده که در این راستا برداشته شده و همه گام‌های بعدی باید برداشته بشه. من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم عرض می‌کنم که در این داستان نمی‌تونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. مردم ما میدونن که این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت گرفته، معلومه. اما چه کسانی دخیل بودند و چه شرایطی پیش آمد که این سهو انجام گرفت؟ راسته و درسته که در این ایام ریشه همه غم‌ها به آمریکا برمیگرده. آمریکا بود که جو رو ملتهب کرد، آمریکا بود که شرایط رو غیر عادی کرد، آمریکا بود که تهدید کرد، آمریکا بود که عزیز ما رو از ما گرفت. اینها همه درسته، اما این دلیل بر اون نمیشه که ما در این حادثه به تمام ریشه های مسئله نپردازیم. سوال دیگری که برای مردم مطرحه این که آیا از زمان روشن شدن این حادثه تا اعلام زمان طولانی بوده؟ یعنی یک روز، دو روز طول کشیده یا فقط چند ساعت بوده؟ این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن. از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن. مردم ما در این غم همه سهیم و شریکند، اما میخواهند بفهمند آیا مسئولان اونها طبق قاعده و در چارچوب اصول اخلاقی به درستی رفتار کردن یا نه. من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور
این مسئله رو دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه ما برسیم به مردم خبر خواهیم داد. حادثه کوچکی نیست. مسئله امنیت فضای ایرانه. بحث 176 نفر تنها نیست. اونا خیلی عزیز بودن که از دست ما رفتن. اما امنیت فضای ایران برای ملت ما و برای دنیا بسیار اهمیت داره. برای مردم ما بسیار مهمه که هر آن کس در هر حد در این حادثه مقصر یا قاصر بوده معرفی بشه. هر کس باید به مجازات برسه، به مجازات برسه. دولت خودش رو در قبال مردم عزیز و در قبال اتباع کشورهای دیگر که در این حادثه جان باختن مسئول میدانه و به همه وظایف حقوقی و قانونی خودش عمل خواهد کرد. اما از همه اینها مهمتر به اعتقاد من این که مردم ما مطمئن بشن این حادثه تکرار نمیشه. مهمترین مسئله برای مردم ما، برای افکار عمومی جهان، برای هوانوردی، برای امنیت آسمان ایران این است که این حادثه غیر قابل تکرار باشه و این نیاز داره به بازنگری در آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات. همه ما مسئولیت داریم که یک بار دیگر تمام این مقررات رو بازنگری کنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ کدام ضعف در کدام مقررات بوده و در اجرا کجا ضعف بوده که این حادثه بسیار غم‌انگیز در کشور ما اتفاق افتاده؟ حادثه‌ای که من فکر می‌کنم در تاریخ کشور ما بی‌نظیر بوده. هیچ وقت نبوده که یک مسئول پدافندی ما، یک افسر پدافندی ما در کشور ما نسبت به هواپیمای مسافربری، اون هم در پایتخت کشور، در مرکز کشور، کنار فرودگاه بین المللی همچون خطایی رو مرتکب شده باشه. بنابراین من ضمن همدردی با همه خانواده‌های عزیزی که این مصیبت بزرگ به اونها رسیده اعلام می‌کنم این راه و این مسیر رو ادامه خواهیم داد تا کشف همه جوانب امر، تا مجازات اونهایی که دخیل بودند و در نهایت اطمینان بخشی به مردم که چنین حادثه‌ای تکرار نخواهد شد.